عزیزانم منتظر هستیم، با انتظارهای مقدس اینجا اومدین تا خداوند با قلب‌های منتظران خودش سخن بگه. آمین. خدایی که پر از فیض و رحمته، میتونم قبل از هر چیزی شکر و سپاس قلبی خودم و نثار خدایی بکنم که به تک تک ما مخصوصا در این زمانهای عالی فرصتی میده تا به اندازه اون توانایی محدود خودمون، اون توانایی ما رو میشناسه، به اندازه اون توانایی، به اندازه اون پیمانه، اون پیاله‌ای که خدا در ما گذاشته در خداوند و محبت او، فیض او رشد کنیم. آمین. و من هم همینطور مستثنا نیستم، مثل شماها خداوند فرصت‌هایی میبخشه، زمان‌هایی میبخشه، مثلا بعضی از حقایق کلام خدا رو اجازه میده این فیض و محبت رو میبخشه که به طور شخصی تجربه کنم، مجذوب عشق و محبت و فیض او باشم، مجذوب فیض و رحمت و لطف الهی او باشم. و امروز تمامی اشتیاقم، دعای من این بوده و هست که مثل یک ساز کوچیک، مثل یک نیلبک کوچیکی باشم که بتونم به امید خدا، به قوت روح خدا، ملودی یا آهنگ فیض عظیم مسیحا را به گوشهای شما بنوازانم. آمین. فقط تمام تکیه‌ام به روح مقدس خداست که امروز میخواد عیسی مسیح فیض و لطف الهی او رو اینجا آشکار کنه. چون ایمان دارم اگه اینجا ایستادم، اگه تا الان هر نوع فیض و بخششی دریافت کردم، هر نوع لطف و شفایی شامل حالم شده، فقط و فقط محض فیض و رحمت عیسی مسیح بوده و دیگر هیچ. آمین. خدا رو شکر. عزیزان، فیضی که برای دریافت کننده اون هیچ بهایی در بر نداره، هیچی، مجانیه، خوش به حالمون. ولی برای اهدا کننده آن، عزیزان، ولی برای اون کسی که اهدا میکنه، این لطفو به تک تک ما کرده و میکنه، به تمامیه، به قیمت تمامی زندگی او تموم شده. عزیزان، قیمتی که در جلجتا برای من و تو پرداخت شد، باور میکنین چه قیمت گرانی پرداخت شد که امروز من و تو اینجا هستیم؟ میخوام بگم، توجهتون رو جلب کنم به یک قانونی که در جهان وجود داره، در تمامی جهان، عزیزان، به جرئت میتونم بگم فقط یک قانون وجود داره که اسم این قانون، قانون کائناته. و این قانون یا باید به وسیله فیض یا به وسیله داوری تحقق بپذیره. خواه به وسیله فیض، خواه به وسیله داوری، باید انجام بشه. عیسی مسیح خداوند ما، این الف و یا، این آغاز و پایان، این اول و آخر، این آلفا و اومگا، در جلجتا عزیزان با پذیرفتن داوری و جسم خودش، این قانون سرمدی کائنات رو روی خودش متحمل شد تا تک تک انسانهایی که به او ایمان میارن، به او وصل شدن، با او یک شدن، از این قانون رهایی پیدا کنن، قانون داوری، و مشمول فیض و لطف الهی بشن. و اینکه این قضیه بیشتر براتون بازشه، داستان جالبیه که حقیقت محضه. در دوران باستان چین پسرک جوانی بود که به امپراتوری چین محسوب میشه. گفته شده هزاران خواجه سرا زیر دست او رو خدمت میکردن. زندگی فوق العاده مجللی داشته، با اینکه سن خیلی کمی داشته. یه روز برادرش به دیدنش میره، میگه ببین اگه یه موقع تو با این سن کمت اشتباهی بکنی چه اتفاقی میفته؟ میگه من اگه اشتباهی بکنم، هر نوع اشتباهی، خادمین من مجازات میشن. و برای اینکه اینو خیلی واضح روشن کنه، یه گلدون خیلی قیمتی رو میزنه و میشکنه. همون لحظه یکی از خادمین رو میان جلو چشمش به چوب و فلک میبندن. عزیزان، در الهیات مسیحی عیسی مسیح خداوند رو میبینیم که این الگوی باستانی رو چطور معکوس کرد. عزیزان، هرگاه خادمین دچار اشتباه و گناه میشن، این پادشاه عالی مقام ما مجازات شده و میشه.
این ندای دلانگیز و شگفتانگیز فیض عزیزان که فقط در عیسی مسیح خداوند تحقق پذیرفت، چرا که بخشنده آن قیمت تمامی این بهای سنگین فیض رو پرداخت کرد. کاربارت یکی از بانفوذترین الهیات الهیدان قرن معاصر که تأثیر خیلی شگرفی روی الهیات مسیحی گذاشته، یه جمله خیلی عالی داره که حقیقت محضه. میگه در تمامی دوره‌های الهیاتی که خوندم، در تمام طی طریق‌هایی که کردم، عمیق‌ترین و شگفت‌انگیزترین حقیقتی رو که بهش پی بردم اینه که خدا منو دوست داره. خدا منو در عیسی مسیح دوست داره عزیزان. وقتی که اینو خوندم یاد یوحنا افتادم عزیزان، شاگرد محبوب عیسی. وقتی خودشو معرفی میکنه، مخصوصا تو انجیل یوحنا باب 20-21 دو بار خودشو معرفی کرده نیست؟ نمیگه منم آن مبشر قوی و جنجالی برای خداوند، منم نویسنده 4 کتاب در کتاب مقدس، من نویسنده معروف هستم. نه، میگه منم آن شاگردی که عیسی او رو محبت نمود. عزیزان به زبانی منم یوحنا، محبوب دل عیسی. چقدر این شناخت عزیزان، چقدر این شناخت که عیسی تو رو دوست داره همونطور که هستی، چقدر میتونه در طرز تفکر ما تأثیر بذاره، چقدر میتونه در رابطه ما با خدا، در رابطه ما با همدیگه چقدر میتونه تأثیر بذاره، چقدر میتونه در چالش های بی پایان زندگی ما، در اون بیابان ها غار های تنگ و تاریکی که گاهن توش میریم، میتونه به ما تاب و توان ببخشه. چقدر عزیزان میتونه ما رو از آفت شریعت گرایی حفظ کنه، ظاهرسازی های خسته کننده که گاهن مثل یه چرخه‌ای که ما توش میافتیم چون محبت مسیح رو نمیشناسیم، نیست کم میاریم. یک فرد شریعتی در اون روح شریعتگرایی در ذات خودش شریعت فرد رو تشویق میکنه به ظاهرسازی های مذهبی، عملکردهای بیرونی. عزیزان روح شریعت از ما رفتاری رو میطلبه که با آنچه که در درونمونه متفاوته. شریعت و روح شریعت تاکید رو بر ظواهر امر میذاره و همینطور کم کم با آنچه که در درونشه آگاه نیست. روح شریعت سرپوش میذاره روی مکنونات قلبی که با زبان و قلب یکی نیست، متفاوته عزیزان. برای همین چقدر مهمه، چقدر آزادی و رهایی میاره، چقدر این دریافت فیض الهی رو ممکن میسازه اگه در قلبت یک ملاقات شخصی داشته باشی که عیسی تو رو دوست داره همونطور که هستی. احتیاج نیست هیچ کار اضافه‌ای بکنی. شاگردی که همیشه مورد محبت عیسی قرار داشت، عیسی همه رو محبت میکرد، فقط یوحنا میدونین عزیزان صدای ضربان قلب عیسی رو میشنید و او یه رابطه تنگاتنگ داشت. هر ضربان قلبی که فریاد میزد من عاشقانه تو رو دوست دارم بدون قید و شرط، پر عظمت ترین آیه‌ای که من حقیقتا میتونم بگم شیفته اون هستم تو رساله یوحنا، شاید ده ها بار اینو گفتم، باب 3:1 میگه ببینید پدر چه نوع محبتی به ما داره. عزیزان رو نوعش یه خط قرمز بکشین، محبت معمولی نیست. ببینید خدا چه نوع محبتی به ما داره، چه محبتی به ما داشت تا فرزندان او بشیم و چنین هم هستیم عزیزان. ببینید چه بهایی پرداخت، چه نوع محبت. میگه نوعشو بشناس، کالبد شکافی کنیم محبتو، ابعادشو بشناس عزیزان. همجور نگو محبت، تو احتیاج داری
ابعاد این محبت عظیم رو بشناسی که باعث رهایی و آزادی تو میشه. چه نوع محبت؟ چه خصوصیتی داره این محبت؟ چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ میگه اگه این نوع محبت رو بشناسی، ابعاد این محبت رو بشناسی، در این محبت ریشه کنی، اگه در این شناخت محبت عمیق بشی، عزیزان خیلی زندگی تو متفاوت میشه. نه فقط اسمشو به زبون بیاری، ایمانداری که ریشه کرده در محبت مسیح با کوچکترین چیزی، آزاری، نمیدونم جفایی، دردی، مشکلاتی که آرزش میشه، نمیذاره بره غیب بشه. نمیگه خدا رو هی دائم زیر سوال نمیبره. چرا این اتفاق افتاد؟ ها؟ چرا جواب منو ندادی؟ چرا چند سال دعا کردم آسمون سکوته؟ میگه هر اتفاقی هم که بیفته اون منو دوست داره. نیست؟ مسیحیانی که محبت مسیح رو درک نکردن، مسیحیان بیریشه در کتاب مقدس عنوان میشن، معرفی میشن که با کوچکترین اتفاق چرا سلام نکرد، چرا منو تحویل نگرفت، کلیسا رو ترک میکنن. کاش به همینجا ختم شه. کم کم از ایمان هم میفتن. کسی که خودشو به شاگردسازی نمیسپره، که در اونجا در محبت مسیحه، یک فرصتی خدا میده که اونجا رشد کنی، درک و فهم پیدا کنی از کلام خدا که صفحه به صفحش، نقطه به نقطهش داره فریاد عشق و محبت میزنه. اگه خودتو نسپری به تعلیم صحیح و ریشه نکنی در محبت مسیح، گنج خیلی بزرگی رو از دست دادی عزیزان. و تاب و تحمل در مصیبت‌ها خیلی کم میشه. و پولس میخواد ما این محبت رو بشناسیم، مثل خود پولس که میگه در دلتنگی‌ها، در جفاها، در مصیبت‌ها، در تمام شمشیرها، دردها، قحطی‌ها، طرد شدگی‌ها، من چون محبت مسیح رو شناختم هرگز پام به عقب بر نمیگرده. کیست که منو از محبت مسیح جدا سازد؟ از فریاد پولس در تمامی رسالاتش جهتش اینه، کیست که منو از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت؟ آیا دلتنگی؟ آیا طرد شدگی؟ آیا جفا؟ آیا کم محلی ها؟ آیا اوریانی ها؟ چنان که مکتوب است عزیزان، اگر تمامی روز مثل گوسفندان کشتاری باشیم، اگر تمامی روز مورد جفا و سختی قرار بگیریم، پولس میگه بیشتر از پیروزمندانیم عزیزان، بیشتر از نصرت یافتگانیم. چرا؟ به وسیله او که ما رو محبت نمود. آمین عزیزان. بازم نیازه که کالبد شکافی کنیم این محبت رو. وقتی به عشق یک مرد و زن روی زمین فکر میکنی عزیزان، یک عاشق و معشوق، یک کسایی که یه تازه به هم رسیدن، بعد یه مدت همه چی لوس میشه، قربونش برم عزیزان، وقتی اون عشقای اولی، اون نگاه ها، اون تپش قلب ها نیست عزیزان، عالی ترین تجربه فیضه. چرا که در این نوع عشق صرفاً اون طرف کاری که میکنه، خرابکاری که میکنه اصلا مهم نیست، در نظر اون شخص نیست، کسی هست، اون شخص هر طرفه فکر میکنه، کسی هست که منو دوست داره، کسی هست که به من فکر میکنه، کسی هست که وقتی من نیستم تو قلب او جا دارم عزیزان، کسی هست که حتی اگه خرابکاری کنم، گناه کنم، اشتباه کنم عزیزان، قبل از اینکه طلب بخشش حتی بکنم، اون منو بخشیده. آمین. محبت خدا چگونه است؟ محبت خدا همین گونه است عزیزان. او به خطای کج و موجی که در روح روان ما دائما بالا پایین میشه، در حال روسان نگاه نمی کنه. او به اون خط ممتدی که از عیسی مسیحه، پر از نیکویی و فیضه، که در زندگی من و توه دائما نگاه میکنه.
من خودم گاهی مثل یک قهرمان برای او در میدانها دویدم و میدوم. ولی خیلی موقع ها عزیزان، خیلی موقع ها شبیه سطل سوراخی شدم که تمام انرژی عاطفی و احساسیم از دست دادم، تمام هیجانم رو برای او از دست دادم. چقدر پرستشم حقیرانه شده، هیچ مجذوبیت و هیجانی برای خدا نداشتم عزیزان. ولی همیشه چون این محبت رو چندین بار چشیدم و ملاقات کردم او رو، اون چشمای پر از آتشه که مملو از عشق اوره، در هر شرایطی، در هر شرایطی طاقت ورسایی میدونم که خدا دوستم داره، خدا دوستتون داره. چون خدا انسانها رو به خاطر اون چی که هست دوست داره، نه به خاطر آن چی که ما انجام میدیم. باور میکنی؟ میتونی الان یه لحظه چشمتو ببندی؟ یه لحظه عزیزان، میخوام همین الان خودتو با عیسی ببینی و این جمله رو جوری به زبون بیاری که گوشهای خودت بشنوه. اسم این موعظه اینه: منم، من الان خودمو میگم، منم نسرین محبوب عیسی. تو میتونی بگی منم کلاله محبوب عیسی، منم مریم محبوب عیسی، منم ناهید محبوب عیسی. همین الان جای نقطه ها اسم خودتو بذار. مطمئنم بعضی از شما همین الان که این جمله رو گفتین شک میکنین، مطمئن هستم. چطور این حقیقت رو باور کنم که منم، من به تنهایی محبوب عیسی هستم؟ چطور عیسی شخص ناپایدار، دمدمی مزاج، خرابکاری مثل منو دوست داره؟ من که ذوق و شوقی برای خدا ندارم، گاهن چه پرستش های سردی میکنم. ما یه بار میام کلیسا باید هی سوقلمه بهم بزنن. چطور ممکنه عیسی منو دوست داشته باشه؟ گاهی اصلا این وسوسه ها که این کش همجوره، این یویو منو میکشه به سوی خودش. هرچی هم توبه میکنم بازم دلم اون سو میره. من نمیتونم درک کنم که چطور میشه عیسی منو، یه همچی شخصی رو دوست داشته باشه. میخوام خواهر برادر عزیزم، کسی که به عیسی مسیح ایمان آوردی، امروز این در قلب تو حک بشه. خدا من و تو رو به خاطر آنچه که انجام میدیم یا نمیدیم، سردیم، گرمیم، کج و موجیم، دوست نداره. بلکه باز هم میگم اون خط ممتد و پیوسته یا نیکویی، فیض خدا که در زندگی من و توه دوست داره، میبینه. نیکویی و فیضی که برای لحظه‌ای در جلجتا عزیزان تسخیر شد و برای تمام ابدیت مصداق پیدا کرد. باور میکنی؟ خدا دائما اینو میبینه. خدایی که بخشنده و رحمانه، خدایی که دائما در هر خرابکاری و گناه ما در پی یافتن راهیه که با پیدا کردن فیض این قانون نکبت بار داوری رو خورد و خمیر کنه تا تو بتونی محبت خدا رو بچشی و پر و بال بگیری. هر چقدر که در روحانیت ممارست کنی، هر چقدر که دانشگاه‌های نمیدونم الهیات رو بخونی، هر چقدر که طریق زهد و تقوا رو بری، هر چقدر که اتراق کنی در کلیسا، خدا که بیشتر از این دوستت نخواهد داشت. شلوس آس. هر چقدر که نجات پرست باشی عزیزان، مغرور، منحرف، برای فصلهایی از زندگی بی تفاوت، خدا کمتر از این دوستت نداره. برای توی که اینجا هنوز نشستی به گفته های من شک میکنی، تنها یک راه علاج وجود داره. از اگه هنوز شک میکنی به این پیاله فیض نگاه کن، کتاب مقدس رو وصل بشو بش، مزامیر رو بخون، زندگی مردان و زنانی رو بخون که چطور افت و خیز بودی، چطور در گل و لجن می افتادن و در گل و لای می افتادن، دوباره فیض مسیح شامل حالشون می شد، بلند می شدن، می دویدن به سوی خدا. کلام خدا میگه همه گناه کردن و جلال خدا قاصر شدن.
اما خلاف هر نوع عقل و منطق و استدلال انسانی، عزیزان، فیض محبت خدا اعلام میکنه که من و تو مایه شادی خدا و باعث فخر دل خدا هستی. آمین. هللویا. پاستور دو هفته است که داره راجع به مجذوبیت برای خدا صحبت میکنه. هفته اول که گفتم اگه جد صدا کنه جلو برای دو، اولین کسی که میاد من هستم. راستش یک سال پیش، 14 ماه پیش که عزیزترین فرد زندگیم که 25 سال دعاهای مستمر براش میکردم و امید خیلی بزرگی براش داشتم، در وضعیت خیلی رقت‌انگیز و اسفناکی او رو دیدم و متوجه شدم به یک بیماری ناعلاجی مبتلا شده و طی نوبت‌هایی که او رو ملاقات کردم، عزیزان، صحنه‌هایی بی نهایت دردناک، بی نهایت غیر قابل توضیح، غیر قابل توصیف از او دیدم. فقط میتونم در یک جمله بگم که برای ماها در روح خودم مچاله شده بودم. برای هیچ چیزی هیجان نداشتم. در این قسمت خاص ایمانم فلج شده بود. یادم میافتاد که چه موعظه هایی میکردم. هیچ کدوم از موعظه های من در زندگی من تو این چند ماه نمیتونست عمل کرد داشته باشه. عزیزان، چند سال پیش موعظه زن شونمی رو کردم که خدا متخصصه که آرزوهای خاک سپاری شده ای ما رو، دفن شده ای ما رو، تو تابوت قفل کرده ای ما رو بیرون بیاره و رستاخیز بده. چندین صحنه، چندین تو قسمت زندگیم، چندین مرحله اینو تجربه کرده بودم. خدا متخصصه حتی اگه آرزوهایی که به ما داده دوباره مرده، دوباره از تابوت بیرون بیاره. ولی تو این ماها حتی شنیدن این موعظه حال منو بد میکرد، عزیزان، چون در یه فصل دیگه از زندگی قرار گرفته بودم. ولی هرگز و هرگز در تمامی این لحظات طاقت فرسا یادم نرفت که من محبوب دل خدا هستم. حتی اگه مرده من از تابوت رستاخیز پیدا نکنه، حتی اگه وعده های خدا که 25 سال 28 ساله براش منتظرم تحقق نپذیره، عیسی منو محبت میکنه. نیست؟ عیسی منو دوست داره. من نمیدونم چرا. این محبتی که منو نگه داشت، این محبتی که تونستم در هر وضعیتی پاهام به عقب بر نگرده. عزیزان، دو تا موردی که میخوام راجع بهش صحبت کنم، بهش اشاره کنم که چه موردایی که در راه‌های تنگ صلیب، در اون بیابان‌ها و غارهای تاریکی که ما توش گیر می‌کنیم، می‌تونه محبت خدا رو برای ما زنده نگه داره و باعث بشه یه رابطه پویا زنده با عیسی مسیح خداوند داشته باشیم. اولین مورد اینه که عزیزان، عیسی از ما می‌خواد و پاستور هفته پیش این موعظه رو کردم. من این الهام این موعظه رو پاستور، موعظه پاستور برداشتم. خودت باش. خودت باش. رابطه صادقانه با او داشته باش عزیزان. وقتی کلام خدا رو نگاه میکنی، کتاب مزامیر، ایوب، مراسی، ارمیا، صدای مقدسانی رو میبینیم که در عمق ناامیدی، در اوج طعم تلخ ننگ، شرم، رنج، بیپولی، ترس، حتی هراس، عزیزان، از برملا شدن گناه‌های مخفی، در اوج خشم که ما منفورش میدونیم، کینه، تلخی، حتی زمانهایی که پر از ناله و نفرین بودن، به سوی خدا دویدن و خودشون بودن، عزیزان، خودشون بودن. داوود که یکی از سرودخوانان شیرین سخن اسرائیل بود، کسی که زبان و قلم ماهر کاتب بود که می نوشت برای خدا و مکتوب می کرد زیباترین سرودها رو، در مزمور 39 میگه روی خودتو از من برگردون تا کمی شاد باشم.
عزیزان تو رو به یاد میارم در جایی گفته چی میشم؟ حالم بد میشه. داوود چی بوده؟ خودش بوده نیست؟ حالش بد بوده عزیزان، نمیاد با بربط و سرود و پرستش یه جور دیگه نشون بده. منظورم اون دعاهای شخصیتونه هاتون، رازگاهاتون، بیایید با بربط و دف و سرودهای خوش صدا رو بنوازیم. نه، داوود میگه روی خودتو از من برگردون تا کمی شاد بشم. یعنی دست تو در برهه از زمان روی من سنگین شده. در جای دیگه میگه من کرم نمیشنوم صدای تو رو، همینم که هستم، مثل گنگم که اصلا نمیتونم سرود بخونم، هیچ حجتی بر زبان من نیست. حالا هی بیا به زور هی بپر بپر کن. اینه حالم بده عزیزان. وقتی که خودت هستی، وقتی که ظاهر سازی نمی کنی، تازه اون روح پرستش میاد، فیض و محبت خدا رو دریافت میکنی و وارد وادی های قدس او میشی. در مراسی ارمیا باب 3 که بارها و بارها خودم رو در رو پیدا کردم، به خیلی هم این آیاتو دادم، کسایی هستم بین ما اینو میشناسن، 19 تا آیه اول از آن ارمیا داره ناله میکنه، شکایت میکنه در حضور خدا. تو خدایی هستی که منو گول زدی، منو رهبری کردی، به تاریکی بردی، به ضد من بنا کردی، منو با تلخی و مشقت احاطه کردی، دور منو حصار کشیدی، فریاد و استغاثه میکنم منو نمیشنوی. الان یه جمله انقلابی برای کسایی که زن مذهبی هستن، شاید حالشون بد بشه. تو مثل خرس هستی برای من که در کمین نشستی که منو بدری. کجاست خدای قادر مطلق؟ بارالها اگه یه همچی دعایی در گروه های کوچیک خانگیتون بشنوین، از اون چه حالی بهتون دست میده نیست؟ ما انتظار داریم یه چیزای دیگه بشنویم. من خودم شخصا بگم همون موسایی میشم در روایت مولوی که وقتی اون شبان اون دعای صادقانه و عاشقانه‌ش رو پیش خدا آورد، موسا چی گفت؟ گفت هان خیره سر شدی، تو مسیحی نشده کافر شدی. این چه چرت و پرتاییست که بر زبانت، این پنبه ای اندر دهان خود فشار. عزیزان ما یه موقع اینطوری میشیم برای افراد. میخوام بگم به عصرهای تسلی و محبت و دریافت محبت خدا، فیض خدا در زمین ناملایمات دردها، رنجها، شکستها، حتی گناهان ما ریشه میده عزیزان. وقتی خودت هستی و یکی از ثمراتش چیه؟ یکی از ثمراتش مجذوبیت برای خداست، هیجان برای خداست، اون محبت و خدا رو لمس کردن باستابش محبت کردن خداست. برای همین ارمیا 19 تا آیه رو ناله میکنه، بعد از آیه 21 حالش جا میاد چون خودش بوده. البته تو به یاد خواهی آورد، ای خداوند تو به یاد خواهی و محبت رو داری میچشه، داری جاری میشه، تو به یاد خواهی آورد که من چه لحظاتی رو دارم میگذرونم. از این سبب امیدوارم در از رفعتهای خداست که تا الان تلف نشدم، زیرا که رحمتهای او بی زواله، هر روز صبح در عیسی مسیح تازه میشه، امانتهای او در هر شرایطی بسیاره و جان من میگه این نصیب منه، این حصه منه. از این جهت بر او امیدوارم. عزیزان صداقت گفتاری او رو میکشونه به یه پرستش و شناخت محبت او. حالا ما یه آیه رو هم متن در میاریم، اون بیچاره داره میمیره تو اون وادی تاریک. ببین اینجا گفته از رحمتهای خداست که تلف نشدیم، امانتهای بی انتهاست. بابا اون 19 تا آیه اول رو یادش بده. البته عزیزان من منظورم این نیست که همیشه وقتی دعای صادقانه به حضور اون میاری زندگیت پرفکت میشه، زندگیت خوب میشه. انتظار داشته باشی وقتی در آسمان و صادقانه میکوبی برای تو باز بشه. بیشتر مواقع کتاب مقدس از تجربه شخصی خود و خودتون دارم میگم، یک تغییر درونیه عزیزان، نه الزاما یه تعمیر بیرونی یا تغییر بیرونی.
شرایط خارجی ما ممکنه اصلا عوض نشه، پر از هول و حراس باشه، هنوز بادهای مخالف در حال وزیدن باشه، اما وقتی دعای صادقانه میری به حضور خدا میکنی، وقت میذاری عزیزان، فیض و محبت او رو در هر شرایطی نسبت به خود تجربه میکنی و راه های صلیب و سربلند جلو میری. آمین. و در هر شرایطی میفهمی که محبت خدا جاودان است، خدش ناپذیره، محبت او همیشه در هر وضعیتی زندگی ما رو میگیره. شناخت این محبته که تو رو وارد اون محبت دو طرفه با اون میکنه. گفته شده یه کشیش داشته راه میرفته یه جایی در اون روستای اطراف خدمت خودش، میبینه یه پیرمردی نشسته، چطور عاشقانه داره او رو عبادت میکنه، دعا میکنه. کشیش خیلی حسرت میخوره، میره جلو میگه ببینم فکر کنم خیلی با خدا صمیمی هستی، خیلی خدا رو دوست داری که اینجوری داری دعا میکنی. اون پیرمرد برمیگرده یه لبخند میزنه میگه بله، خدا خیلی منو دوست داره. آمین. از اون دعاهای این چنینی ثمره اون دعاهای صادقانه در اون خفاست. در فصلهایی از زندگی پیش میاد که حال ما بده و این مقوله خونسا نیست عزیزان. تو نمیتونی درداتو پشت در بذاری. یه موقعهایی هست که ما کم میاریم. یه موقعهایی هست حالمون بده. پر از خشمیم، دردیم. اون موقع است که نیاز به دعا داری. اون موقع است که باید کلیسا بیای. بعضی موقع هم که حالمون بد بود، یه چند هفته افسرده بودیم، برای همین میگم خب این کلیسا مال همینه که ترسای تو بره، دردهای تو بره، عیسی بارهای تو رو برداره. اتفاقا این زمان هاست که باید بدوی جلوی تخت فیض خدا. در این زمان هاست، زمان های مخصوصی که محبت و فیض خدا رو تجربه می کنی. داوود عزیزان در مزمور 51 زنا کرده، قتل کرده. چقدر صادقانه میره در حضور خود، چه عظمتی داره این دعا. برای همین وقتی من هر دفعه میخونم میگم بی خود نیست، مرد موافق دل خدا لقب داده شده. در آیه 2 میگه مرا از عصیانم به کلی شستشو بده، زیرا به معصیت خود اعتراف میکنم، گناه هم همیشه پیش نظرمه. به تو ای خدا، تنها به تو گناه کردم، در نظر تو این بدی رو کردم. عزیز خیلی صادقانه است و چقدر یه درس خیلی عمیقی میده. انگار میگه قبل از اینکه تو گناه کنی به همسایه خودت، خواهر خودت، نمیدونم هر کسی، تو به خدا گناه کردی، تو خدا رو زخم و زیلی کردی. داوود میگه گناهای منه که به خدا آسیب رسونده. عزیزان یادتونه خادم خرابکار خرابکاری میکرد، پادشاه مجازات میشد، داستان یادتونه اول موعظه؟ و بعد خیلی حکیمانه عزیزان میگه اینک در گناه سرشته شدم، تقصیرکار زاده شدم، از شکم مادر به جز گناه هیچ کاری نمیتونم بکنم. عزیزان این حقیقت زندگی من و توست. ما به جز خطاکاری و اشتباه کاری نمیتونیم بکنیم. زندگی ما با ظرفیت‌های بی پایان برای زخمی شدن و زخمی کردنه. حتی پاکترین کارهای ما آغشته به گناه خودخواهیه. به عبارتی نشانه بلوغ روحانی نیست که تو بفهمی چقدر پاکی، بلکه میزان آگاهی از ناپاکی توه عزیزان. همینه که در فیض الهی رو، محبت الهی رو باز میکنه روی زندگی تو و تو رو مشمول فیض عظیم مسیحا میکنه و تو در هر وضعیتی، در هر وضعیتی میدونی، حتی موقعی که اشقا مثل خون از چشما جاری میشه، میدونی محبوب دل عیسی هستی و این محبتی که کمک میکنه در مسیر تقدس حرکت کنی. و آیه 6 و 7 میگه اینک تو به راستی در قلب راغب هستی. پس حکمت رو در باطن من به من بیاموز. انگار راستی و حکمت این دو تا دوقلو همزاده عزیزان. تو اگه با راستی بری در حضور خدا، حکمت خدا رو هم دریافت میکنی. میخوای حکیم بشی؟ دلی راست خدا در من بیافرین. شستشویم بده تا از برف سفیدتر شم.
من باشم اونجا مثل همون موسی میشم. قربونت برم، قربونم نری، مردی که قتل کردی، زنا کردی، یه خانواده رو از هم پاشیدی، الان میای میگی شستشو هم بده تا برف سفیدتر بشم؟ اینک به راستی در قلب تو راقبی عزیزان. عیسی دوست گناهکاران بود و دوست گناهکاران هست. هیچ گناهی نیست که تو بکنی یا کرده باشی یا خواهی کرد که او نتونه تو رو از برف سفیدتر کنه اگه به سمت او بدوی. عزیزان، عیسی در طول زندگیش با تنها کسایی که مبارزه میکرد جلوشون میست و متظاهران بود. همیشه آماج شدیدترین خشمای عیسی مسیح خداوند، حملات خشمگینانه عیسی به سمت کسایی بود که ظاهر مذهبی داشتن. ای ماران، ای افیزادگان، جاهلان، راهنمای کوران، قبرهای سفید شده که قیافاتون این فلک زده هاست ولی در باطنتون پر از طمع و ظاهرسازیه. عزیزان چرا؟ این هم از فیض و محبت خدا، چون داره به ما میگه کسی که تظاهر میکنه تصویر غلطی از خودش به نمایش میذاره، سر خودش و خدا و دیگران کلا میذاره و اینطور میشه که خودش از فیض محروم میشه. آمین عزیزان. و انجیل ناب برای شفای تظاهر دو تا راه حل داره عزیزان، یا کامل باش یا صادق باش. شلوس آفس، هیچ راه دیگه ای نداره. از اونجایی که ما همه کم میاریم و نمیتونیم کامل باشیم، میتونیم کسی هست، قدیسی هست که بگه من کاملم؟ تمامی حکم خدا در چی؟ کسی کامله که بتونه تمامی حکم خدا رو انجام بده دیگه، قربونش برم. میتونین خدا رو با تمامی قلب و جان و روح و فکر خودتون محبت کنین؟ میتونین همسایه خودتون رو مثل خودتون محبت کنین؟ نمیتونین. تک تک ما درمانده هستیم عزیزان، از رسیدن به کمال مطلوب درمانده هستیم. این وضعیت حقیقی من و توست. اگه تو اینو بفهمی امروز مشمول فیض خدا میشی. پس کامل بودن راه حل واقع بینانه یخته. تنها راه حلی که میمونه صداقت عزیزان. اینک به راستی در قلب راغب هستی، بیا و دلی پاک در من بیافرین. عزیزان چقدر صادقه، من حتی نمیتونم دل پاک در خودم بیافرینم. من نمیتونم. داوود همه ابتکار عمل رو میده دست خدا. من نمیتونم هیچ کاری برای خودم بکنم. من درماندم، بیا دل من رو تفتیش کن، من رو بیازم، دل من رو بدان، ببین فکرهای من رو آزمایش کن، ببین آیا رای خطایی در منه. دلی پاک در من بیافرین عزیزان. این اولین کلید باز شدن در فیض عزیزان، و این که تو بفهمی در فیض وقتی باز میشه اولین چیزی رو که تجربه میکنی منم محبوب عیسی، و دومین موردی که در فیض الهی رو عشق و رحمت خدا رو روی تو باز میکنه و رهایی و آزادی به تو میده، در هر وضعیتی ذوق و شوقی برای خدا به تو میده. گریه میکنی، یه موقع باور کنی من صبح نه دعا میاد نه پرستش میاد، یه موقع اصلا کمرم صاف نمیشه، اینجوری میخزم، میدونم یکی منتظرمه، یکی که عاشقانه منتظرمه که برم با او حال و احوال کنم، یک رابطه من و تویی با او دارم. همین شفای دردمه و منو به جلو هل میده. و دومین چیز ترک کردن عزیزان، دلسوزی به حال خودته، ترحم به حال خیش، یکی از مخربترین حالت هاست عزیزان که ما رو به ورطه ناامیدی سوق میده. در واقع یه نوع خودپرستیه، تمرکز و محبت و فیض خدا برداشتن روی خودم. الهی بمیرم، الهی قربون خودم برم، هیچکی مثل من قربانی نشده، هیچکی مثل من رنج نکشته، هیچکی مثل من سختی نکشیده. عزیزان زمانی که شروع میکنی به خودت و مشکلات تمرکز کردن، دست خدا رو اولین کاری که میکنی از زندگیت کوتاه میکنی، فیض خدا رو خودتو محروم میکنی ازش.
تو نمیفهمی که محبوب دل خدا هستی. یه چیزی بهتون بگم، این ترحم به حال خود، من خیلی دوچارش بودم و گاهنم اگه مواظب نباشم میشم. یه حس خوبی بهت میده، یه حس خیلی خوبی داره عزیزان. برای همین ما تو این چرخه گیر میکنیم. الهی بمیرم برای خودم، قربون خودم بشم، هیچ کی مثل من نیست. بعد این حس خیلی لذت بخشتر میشه عزیزان که اگه یه آهنگ غمگینم بذاری، نیست؟ توجه همه به طرف تو جلب میشه، تو میشی مرکز. یه بار برای بیچاره شوهرت، زنت، خانوادت میشی. توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن، دو تا خسته، دو تا تنها، یکیشون تو، یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، هی داره عمیق‌تر میشه، سنگ سرد و سخت خارا زده قفل بی صدایی به لبای خسته ما، نمیتونیم که به جنبیم و اون هه 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 هه. بعد یه بندگردانش عزیزان اصلا پر حسرت، آه، بوی خودکشی، قتل عام دو نفره میده. اصلا همه دنیا اینجوری میان دور ما میچرخن. کاشکی این دیوار خراب شه، من و تو با هم بمیریم توی یک دنیای دیگه، دستای همو بگیریم. شاید اونجا توی دلها درد بیزاری نباشه، میونه پنجره هاشون دیگه دیواری نباشه. ناله یادتون نره، ناله یادتون نره. این اصلا حس خیلی خوبی به آدم دست میده. از اون دیوارها شکسته شده، دیوارها شکسته شده، دیوارهای رابطه آشتی من و خدا و من و شما فرو ریخته، شکسته شده. من و تو نمیمیریم، زیست میکنیم و کارهای خداوند رو اعلام میکنیم. آمین. در هر شرایطی پای کوبان برای خداوند میسرایی. منم محبوب دل عیسی. در هر وضعیتی شکرگزاری میکنیم و میگیم این است اراده خدا برای من، منی که محبوب دل عیسی هستم. آمین. در هر شرایطی، در هر شرایطی این حس محبت رو تجربه میکنی. در هوشع آخرین آیه، آیه پر از عظمته عزیزان. میگه اون من رو فریفته، به بیابان برده، بیابان مشکلات، مصیبت ها، تو چی کار کنه عزیزان؟ یه موقع باید ما رو، حال ما رو جا بیاره تا محبت خودشو به ما نشون بده. ما رو گول میزنه، به سختی ها و مصیبت ها میبره تا چیکار کنه؟ ما رو ملاقات کنه، سخنان دلاویز به ما بگه، چون گوشای ما کره. وقتی خوشخوشانمون میشه تا در وادی های اخور، در وادی های شکست های ما، امید و شادی و محبت رو به ما منتقل کنه. عزیزان این تلخی ها و سختی ها فرصت هاییه که محبت و فیض خدا رو تجربه کنی. پس ناله نکن، بلکه همین الان دوباره بگو منم نسرین، محبوب دل خدا. یه لحظه چشمتو ببند و اینو بگو عزیزان، منم محبوب دل عیسی. تو همین لحظه چشمامونو ببندی، همینجور که تو این محبت احساس میکنم روح القدس محبت خدا رو میریزه، محبت خدای پدر به وسیله روح القدس. همین الان زمزمه کن، منم الیزا محبوب دل خدا، منم حسین محبوب دل خدا، منم حمید محبوب دل خدا، منم پروین محبوب دل خدا، منم محبوب دل خدا.
از این سبب خداوند زانو میزنیم نزد تو ای پدر، ای پدر پر از محبت، ای پدر پر از رحمت. دعای قلبی من برای خودم و تک تک این عزیزانی که اینجا هستن اینه که به خاطر اون دولت محبت خودت، قلب پر از رحمت خودت، ما رو در انسانیت باطنی خودمون ملاقات کنی خداوند، ما رو در انسانیت باطنی خودمون ملاقات کنی تا ظرفیت بیابیم، استطاعت بیابیم، این محبتی که توی جلجتا برای ما هویدا شد و دستای باز، قلبی شکرگزار، دهانی پر از هم فقط دریافت کنیم این لطف الهی رو، فیض الهی رو دریافت کنیم خداوند، که نه فقط در کلیسا، نه فقط در خانواده، بلکه در دنیایی که پر از طرد شدگی و ظلمته این محبت، این فیض و این لطف الهی رو منتقل کنیم. ای خدای عالی، ایمان دارم که تمامی کائنات در حال درد ذهن و آه هستن که روزی پسران و دختران خدا بیدار شن، از طریق این محبت و فیض خدا بیدار شن. ای خدای عالی، دعا میکنم که به میان بیای، دعا میکنم تو منتظران خودتو میشناسی، تو مشتاقان خودتو میشناسی، تو کسایی رو میشناسی که امروز با چه فلجهای روحانی اینجا اومدن، با چه ایمانهایی که شاید دانه ارزن کوچیکتره، کوتاه‌تره. خداوند تو میدانی کسایی که خودشون سی با سیلی صورت خودشون رو سرخ کردن، تو میدانی خداوند، تو میبینی، تو میدانی ای خداوند، تو میدانی. پس دعا میکنم روح قدوس تو بر تک تک ما قرار بگیره تا پروار بشیم از محبت الهی در هر وضعیتی، در هر طوفانی، در هر شکستی، در هر دست دادنی. خداوند نجوای قلب ما که نجوای دل تو در جلجتا بوده این باشه که منم محبوب دل عیسی. الحال او را که قادر است از آن بکند زیادتر از آن چه که ما بخواهیم یا دعا کنیم، و حسب آن روح القدس، روح قوت در تک تک ما جلال باد تا ابد الاباد. آمین و آمین.